نورمن روله، کارشناس امور امنیتی، اقتصادی و انرژی اندیشکده اتحاد علیه ایران هسته‌ای، در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت آمریکا و متحدان بارها به تهران در مورد رفتارش هشدار دادند. مسئله این است که جمهوری اسلامی به این هشدارها اعتقاد ندارد و آنها را باور نکرده، چون ما بازدارنده ایجاد نکرده ایم و مشکل را اینطور توصیف کرد. اگر جمهوری اسلامی باور کند خط قرمزی وجود ندارد، متجاوزتر می شود که می تواند به یک رویداد فاجعه بار منجر شود. همانطور که ما در غزه مشاهده می کنیم که می تواند یک درگیری منطقه‌ای را تحریک کند، جنگی که همه خواهان اجتناب از آن هستیم. باید به ایرانی ها منتقل کنیم که آنها باید از رفتار تهاجمی خود عقب نشینی کنند. جایی رفتار آنها با عواقب زیادی مواجه خواهد شد. آقای روله در پاسخ این پرسش که آیا به اعتقاد او تهران و حزب الله قصد درگیر شدن در جنگ جاری میان حماس و اسرائیل را دارند گفت: مطمئناً ایران قصد دارد وارد درگیری شود. آنها این کار را در عراق و سوریه و یمن و لبنان کردند و حالا غزه. اما کاری که می‌کنند این است که به دنبال آتش افروزی هستند تا در منطقه آتش جنگ را شعله‌ور کنند. آن وقت با لفاظی از این تهاجمات حمایت می‌کنند، اما می‌گویند ما کاری با آن نداشتیم. جامعه بین‌المللی نباید به این تله بیفتد و باید آنها را پاسخگو قرار بدهد. مارک والاس، مدیر عامل اتحاد علیه ایران هسته‌ای، میگوید پرزیدنت بایدن به ایران و حزب الله بابت دخالت در درگیری هشدار داده و آمریکا باید با کوچکترین نشانه از حمله به وضوح مواضع رژیم ایران را که جنگ نیابتی علیه آمریکا را حمایت می‌کند هدف قرار دهد. با توجه بر تمرکز توجهات به جنگ حماس و اسرائیل، نظر آقای والاس را در مورد هشدار مدیر FBI و امنیت مرزی آمریکا در مورد شناسایی بیش از 100 فرد در لیست تروریسم جهانی را که اخیراً قصد ورود به خاک آمریکا را داشتند جویا شدم. امروز افرادی در این جلسه حضور داشتند که در معرض توطئه‌های تروریستی رژیم ایران قرار داشتند. چگونه ممکن است ایرانی‌ها بتوانند بدون بازدارندگی برای روبودن و شکنجه شهروندان آمریکایی و اروپایی نقشه بکشند بدون هیچ عواقبی؟ ما باید پیام روشنی ارسال کنیم که با تهاجم جهانی آنها قاطعانه برخورد خواهد شد، نه فقط تا زمانی که دیپلمات‌ها و مقام‌های سابق را بکشند. این غیر قابل قبول است. گابریل نورونها، مدیر اجرایی نهاد پولاریس برای امور امنیت ملی، طی جلسه گفت سناتور گراهام و بسیاری دیگر اخطار داده بودند که امتناع دولت بایدن از اعمال تحریم‌های حداکثری علیه تهران به فاجعه منجر خواهد شد و اکنون ما شاهد آن هستیم. و اضافه کرد اکنون زمان آن رسیده که رئیس جمهوری و مردم آمریکا و کنگره به این هشدارها توجه کنند، چون سابقه بدتر شدن امنیت آمریکا در خاک آمریکا و بدتر شدن امنیت اسرائیل در سراسر منطقه مشهود است. آقای نورونها اضافه کرد در 2017 حکومت تهران 100 میلیون دلار سالانه به حماس پول میداد. امروز سالانه حماس 350 میلیون دلار از ایران پول میگیرد و به عنوان راه حل اعمال تحریم های حداکثری و تقلیل درآمد نفتی تهران به صفر را توصیه کرد. شهلا راسته، صدای آمریکا، واشنگتن.